درود دوستان و سروران در خدمتون هستم برای فال روزانتون امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه دوستان عزیز من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه به کانال شدین خیلی خوش آمدین یاران صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار قدرشناس تک تک شما هستم ببینیم با همدیگه چه خبر است در کارت ها و من از مثل همیشه از کارت های هیجانی استفاده می کنم ببینیم هر ها کارت های هیجانی چه چیزی رو به شما میگه امیدوارم هر کجایی که هستین دوستان عزیز حال دلتون خوب خوبه خوب باشه خب من یه کارت براتون میکشم ببین اینجا چی بهتون میگه الهام بهتون شده خب دیگه کم کم دارین, ل... دارین تبدیل به لسان غیب میشه دوسان... <تص> خب ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه ببینیم همه چیز براتون روشن هست در واقع اینجا یعنی خواهد شد خیلی چیزها رو درک میکنین قبل از اینکه اتفاق بیفته شاید و ما ببینیم که هیجانات دیگران در ارتباط با شما میتونین یک نفر رو بذارین چند نفر رو بذارین به صورت به صورت متوسط یا اینکه خودتون هم میتونه میتونه ادامه از هیجانات خودتون هم باشه دوستان دیگران در مقابل شما دوستان عزیز مقداری دارم میبینم که در... کاهلی یا میکنن یا اینکه سر در نمیارن سردرگم هستن دل... بیشتر اینجا سردرگم هستن چون شاید سر از کار شما در نمیارن میدونن که دیگران خیلی خیلی زندگی دیگران براشون مهم هستش ببینن چه خبره نه دیگه همه نمیگم یعنی واقعا عمومیت در هیچ مسئله وجود نداره ولی خب به حال یه سری ها هم دیگه خب ببینیم کارت های بعدی رو کارت های دیگه بهتون چی میگن دارم باز هم حرف از حس ششم شما میزنه چون ببینین اون لامپی که بالای سرتون روشن هستش که حرف از حس ششم شما میزنه دوستان عزیز اینجا هم حرف از حس ششمتون میزنه شما حس ششم بسیار بسیار بزرگی رو من اینجا دارم میبینم دارین و خیلی از مسائل داره بهتون الهام میشه خودتون درک میکنین قبل از که اتفاق بیفتم ممکن استش که اتفاقات اطلاعاتی که به گوشتون میرسه به گوشتون چیه حس میکنین مقدار شما رو حتی به قول معروف مسترب کنن مسئله که من اینجا دارم میبینم دوستان ممکن استش که خوابهای زیادی رو هم ببینیم ببینید که در این خوابها عزیزان دل شما مقدار اطلاعاتی به دستتون میرسه ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه کارت بعدی حرف از شانس میزنه حسش شما بهتون میگه که شانس با شما یار هستش در هر مسئله اگر سبوری انجام داریم دوستان در ابتدای یک دوری شانس هستین برای شما خب ببینیم کارت های بعدی رو برج آذر دوستان ماه جدید آزر افتباه من یارو بالاخره یک کارت اینجا افتاد نخواستم بندازمش ولی خب حرف از سرمایه گذاری میکنه هر کاری که دارین انجام میدین الان دوستان عزیز دارم میرن نتایجش رو بعدها خواهین دید و بسیار خوب و عالی و زیبا خب بریم سراغ کارت های بعدی من از کارت های تو این استفاده میکنم ببینیم کارت های تو این فلم بهتون چی میگن ببین حرف از مسئله خانوادگی میزنه ممکن استش که ارث و میراثی خانوادگی برای یک سری ها اینجا باشه خوشحالی براتون هست دارم میبینم که از نظر مادی دوستان عزیز خیلی هم همه چیز خوب و چه به هستش و چقدر عالی هستش و اما ببینیم در ارتباط با کارت های بعدی دوستان چه خبر هستش کارت های دیگه میگم چه حرفایی بهتون میزنم خط اول خیلی خوب بود دوستان عزیز خیلی عالی بود خودتون هم دارین میبینین کارت ها رو ممکن یه مقدار استراباری داشته باشین ام شاید ام ولی من دارم میبینم که مسائل خیلی خوب و قشنگ دارن جلو میرن خوشحالی انرژی های عالی برای که شما عزیزان دل ببینین کارت همیشه میانگینی از انرژی های شما رو میدن دوستان و اکثر شما دوست محترمی که دارین این فالو نگاه میکنین فال های روزانه رو نگاه میکنین عزیزان خوش انرژی هستین و هرچقدر ما این خوش انرژی ها با هم دیگه به هم وصل بشیم دوستان ارتعاشات خودمون رو بالا میبریم دوستان عزیز خب حالا بریم ببینیم که در ارتباط با انرژی برجسته شما چشمتون رو یک سری از مسائل بستین ببینید همون استرابی که من گفتم ممکن هست داشته باشین اینجا سر کلش پیدا شد دوستان عزیز خب ببینین یک مسئله ای رو میخواین جبران کنین یا اینکه یک مسئله زمان داره میبره و این زمان بردن ممکن هست که شما رو مسترب کنه و ندونم چه چجور، جوری یک مسئله رو چکار کنم حل ب... حل کنم مسئله ای که داره بدون... یعنی مثبتی که به سمتتون میاد این هستش که حالا منو نزنین و حرف از انتظار میزنین اگر صبر کنین زغور حلوا سازی من دارم میبینم که یک مسئله داره درست حسابی انجام میشه توی زندگی شما مسئله که در انتظارش هستین و زمان خواهد برد و این نت... نتیجهش نتیجه خوبی خواهد بود دوستان در ارتباط با چالش شما چه چیزی هست چالش شما این هستش که درست تصمیم بگیرین دوستان عزیز درست تصمیم بگیرین و اینکه در ارتباط با توصیه کارت ها این این که خودتون رو رها کنیم خب از همه این چیزا که بگذریم میریم سراغ چی دوستان عزیز میریم سراغ کارت های دیگه که حرف از حالا زندگی شما در ابعاد دیگه برای میزنم من کارت ها رو درست بذارم مخلوطشون میکنیم با هم دیگه و بریم ببینیم, ببینیم که چه خبر هستش توصیه کارت ها این هستش که آن چیزی که به درد شما نمیخوره که کسی که دارم میبینم که لباس خودش در شهر میاره در واقع این کارت مرگ هستش بپذیرین تغییراتی که در زندگی شما به وجود میاد و این که حرف از تصمیم گیری اینجا میزن درست تصمیم بگیر میسن اشتباه نکنین خواب و سراب رو با واقعیت مخلوطش نکنین هر چیزی جایگاه خودش رو داره خب اینا کارت هم که خیلی میخوان حرف بزنن هی hey, مدام دارن حرف بزنن اوکی okay. من اینا رو مخلوط میکنم کردم و پخشش رو میکنیم بریم ببینیم در مورد مسائل احساسی دیدگاه خودتون رو دارین عوض میکنین مسائل بهتر دارین درک میکنین دوستان برای من از یک بستگی داره در میاد زندگی احساسیتون اینجا و اینکه دارم که برگشت یک سری از مسائل خوب دو تا پاهاتون رو روی زمین گذاشتین یک سریاتون دوستان از یک بستگی احساسی از یک قفس دارین حرکت میکنین جلو میرین بیشتر میرسین به مادیاتتون اینجا یک سری از شما عزیزان در شاید تا حالا حالتون خوب نبوده یک دوره نقاهتی رو از نظر احساسی پشت سر گذاشتین و خسته بودین و درد داشتین در مسائل احساسی و اینجا کارتایی که اینجا دارم میبینم آزاد شدن شما و رها شدن شما از یک سری از دردها هستش در مورد مسائل این کاری شما حرف از صبوری میزنه ببینید توی مسائل کاری، اداری، قضایی، سازمانی ممکن هستش که مسئله که برایش شما خیلی منتظر موندین برای شما نتیجه بخش باشه شروع یک دوره بسیار قشنگ و زیبا که در اون میتونین اعتماد کنین، میتونین خودتون رو رها کنین، پروژه های قشنگ و موفقیت در ارتباط با مسائل کاری شما دوستان. در ارتباط با مسائل مادی شما چه خبر است؟ ببینیم اینجا ببینید اینجا در واقع همون کارت به حاجت رس... رسیدن هست حاجت در واقع شرطتون خوب هستش توی مسئله مادی احساس گناه میکنین شاید خرجای زیادی رو انجام دادین احساس گناه میکنین ولی خب مشکل نه ندارم ولی هارمونی دارم میبینم اینجا هستش نه و ده آب یا جام دوستان قشنگترین کارت های تاروت و همون من یه وقتایی بهتون میگم دنیای والدیسنی اینجا هستش خب از اینا هم که گفتم براتون و ما بریم ببینیم, ببینیم که کارت های بعدی چه چیزی رو بهتون میگن من یا چند تا کارت از کارت های براتون روی کارت های احساسی میریزم و بعد از کارت های احساسی میریم میپوشونیم کارت های دیگر رو دوستان عزیز آه. بزنمش. خب دو تا کارت اینجا افتاد شما دوست داشتنی هستین و اینکه هم مسائل خود جوش حرف از خود و خودتون رو بیشتر از همه دوست داشته باشین اول دوست داشته باشین اوکی دوستان یه سری واقعا همینجوری که من بدون قبل هم گفتم این هستش که شما روی خودتون داری کار میکنین و اینکه دیگه میخواین همه چیزو کنترل کنین حتی حس بد خودم رو کنترل کنم یا حس خوب خودم رو کنترل کنم مثل مونه که این خیالم نیست خودمو دارم رها میکنم نه اینکه این خیالم نیست به این نتیجه رسیدم که حال خوب خودم رو مدیون خودم هستم در مورد مسائل کاری اداری سازمانی هرچی از تلاشتون رو دارم میبینم دوستان عزیز برای رسیدن به یک تغییرات توی زندگیتون به سمت نور حرکت کردم و اینجا کارت موفقیت افتاده یک کارت دیگه هم براتون میکشم ببینیم چی بهتون میگه بعد دو تا آس براتون افتاد دوستان اینجا یه آس هم اون بالا میشه سه تا آس عزیزان دل در مورد مسئله کاری اداری سازمانی یک روشنایی یک موفقیت و یک حرکت به سمت جلو براتون دارم میبینم اوکی در ارتباط با مسائل ماد... مادی ببینیم چه خبر است جوری خودتون رو میگیرین دوستان عزیز چون ترسهایی رو دارین ولی در پشت کارت ها دیدیم که خوب هست مسائل مادیتون و بله برای اینکه میترسین میترسین از اینکه وارد یک سری از به قول معروف مشکلات مادی بشین پس جوری خیلی یه سری از مسائل رو دارین میگیریم کار خوبی میکنین ولی خب به خودتونم بد نمیگذرونین این هم کار بسیار خوبی هستش که شما دارین انجام میدین در ارتباط با زندگی مادتون خب با هم دیگه میریم میبرسیم به قصد شما دوست عزیز گل بل بل من یین مقدس بریم ببینیم که یین مقدس در چه حصه حالی هست دوستان عزیز یین چی میگه یین میگه که من تفاوت هام رو با تو میپذیرم و این میپذیرم که تو یک عقیده مخالف من داشته باشه خدا رو شکر <applause> چقدر من هستم خب این که دیگه جزی از الفبای زندگی هست که تفاوت ها رو بپذیریم و با همدیگه میریم ببینیم کارت دوم بهتون چی میگه در ارتباط حضرت یین اره سلام دوستان خب میگه من لجباز هستم و اینکه نظرم رو عوض نمی کنم و در مورد این سوژه او لجباز هم هست خب ببینید دوستان عزیز معمولا این از خل پایین آوردنش خیلی مشکل هستش خب برای اینکه این فکر میکنه که بهترین همه چیز میخواد بهش کنترل داشته باشه و هیچ چیز رو رها نمیکنه وقتی دیدیم وسواسش هم زیاد هستش روی یک سری از مسائل شما نگاه کنید در یانگ ها مرض وسواس کمتر از یین ها هستش اینجا این مرض وسواس رو من میبینم در مورد مسائل مختلف خب بریم ببینیم که یانگ حضرت لولو علیه السلام چه خبر است یه کارت افتاد واسش یانگ میگه که من میدونم نمیدونم که کی هستم و اینکه نمیدونم برای چی از تو فرار میکنم ما هم نمیدونیم تو کی هستی؟ خدا رو شکر و اما بریم ببینیم کارت بعدی گر که خواست حرف بزنن ازم قهر کرد نه قهر نکرد یه مرتبه شکم شد پر از حرف و کلمه توجه میگه من دوستانم تو رو لوس کنم و دوستانم از تو محافظت کنم از جانب دیگه میگه که من احتیاج به ثبات دارم و عشق بعدن و اگر شد شد نشدم هیچ اشکال نداره ببین کسی که مادیاتی هستش به احتیاج به ثبات مادیاتش رو داره برای همین ازش که از شما فرار میکنه ولی در نهانش میگه اوکی بدم نمیاد که بیام یه کادوی هم بگیرم بیام و یه پوزی بدم و یک منی از خودم نشون بدم و اینکه قدرت خرید خودم رو به رخ بکشم دوستان عزیز بریم ببینیم که شخص مرد نظر شما پیامش چی هست برای شما امروز نه دیگه قرار نشد دست بیفته یکی کافیه اوکی افتاد میگه که من احساس تنهایی میکنم و با اینکه دور برم آدم هستم و احساس میکنم که کسی منو درک نمیکنه و من در حال درد کشیدن هستم و مجبور هستم که روی خودم کار کنم و از این شرایط خارج بشم و خوشبختتر باشم من میخوام با تو باشم شطور در خواب بیند پنبه دانه گهی گه لک لک خورد گه دانه دانه شوخی میکنم دوستان اینو برای دوستان میگم که دلشون خنک میشه اوکی و ما ببینیم با همدیگه کارت های دیگه در ارتباط با پیام فرشتگان براتون چه چیزی هست پیام فرشتگان برای شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین فضای مقدس ما فرشتگان مقرب تو رو در نور زمردی میپیچونیم نور طلایی و نور صورتی تا اینکه فر... مشکلات و نگرانی های خودت رو فراموش کنی و وارد یک فضای مقدس عشق و شفا بشی الهیامی و ما آ... عزیزان از دست رفتمون به من وعد شد زمان اون رسیده که زمانی که در اون هستی در حال حاضر خیلی مشکل هستش و از تو یک اراده قوی میخواد و یک پشت کار به این زودی تو میتونی حس کنی که بهتر از این کاری که تا حالا انجام داده میتونی انجام بدی و یک زندگی رو یک جور دیگه نگاه، به زندگی یک جور دیگه نگاه کنی کاهلی نکن بیست و خودت رو به من وصل کن و از تمام عشقی که من برای تو دارم روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی آرامش باشه دوستان عزیز این فال شما بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روزا روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار